سلام، امیر حسین صدیق هستم. کتاب باز. ژانر وحشت در سینما جزء پرطرفدارترین ژانرهای سینماییه و همطور در ادبیات. بسیار رمان‌های معروف داریم که در ژانر وحشت نوشته شدن و بارها و بارها خونده شدن و همینطور اقتباس‌های سینمایی زیادی هم از داستان‌های ژانر وحشت داریم. همه وحشت رو دوست دارن. اقتباس های سینمایی مثل دراکولا، فرانکشتاین. مهمون امروز من یک نویسنده خیلی 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 باحاله که حالا بعدا در مورد اینکه چه کارایی کرده و میکنه صحبت خواهیم کرد، ولی خبردار شدم که میخواد یک داستان در مورد دراکولا بنویسه. یک دراکولای ایرانی. جالبه دیگه نه؟ ازشون خواهش کردم تشریف بیارن اینجا. علاوه بر اینکه نویسنده خیلی باحالی هستن، در زمینه‌های مختلفی هم نوشتن، ولی ما چون تو ادبیاتمون خیلی به ژانر وحشت تا جایی که من یادم میاد و خوندم خیلی پرداخته نشده، برام یه اتفاق جالب بود. خواهش کردم امروز بیان مهمون من باشن در پاتوق کتاب باز. داری با من هر؟ در خدمت آقای داوود امیریان هستیم. نماز روزهاتون قبول باشه. به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام عرض میکنم خدمت کسایی که دارن میبینن و میشنون. نماز روزه شما هم قبول. نماز روزه مردم هم قبول باشه. قربونتون برم. میدونین چقدر طرفدار دارین؟ چه وضعش آخه؟ نه دیگه اینقدرم نیست. شما خود پیازدارشو زیاد میکنیم. اینقدر برای ما پیامک اومده که چرا آقای امیریان، گفتیم بابا دعوت میکنیم. دعوتن. اتفاقا خانم ملک مرزبان هم که اینجا بودن، پسرشون یکی از کتابای شما رو خونده بودن و عاشق شما شده بودن و گلهشون بود. یه چیزی هم پیغامی هم داده بودن، گفتن اگه آقای امیریان دیدین بهشون بگین که چرا دیگه اینقدر کم کار میکنن، چرا کتاب دیگه نمیدن بیرون. والله علت کم کاریم، حالا ایشون که لط دارن به آقا پسرش هم من عرض سلام دارم، درود میفرستن. بله. اما یه مقدار وسواس پیدا کرده. چرا؟ یه وسواس بدی هم هست، نمیدونم چرا. الان مدت هاست که می نویسم، خودم باید به دلم بشینه، به دلم میشینه، به دلم بعضا نمیشینه. حالا بعدش هم میدم به خواهرزادم. اولین خواننده کاری من خواهرزادم هستن که چه سن و سالی هم؟ دیگه الان 18-19 سال رسیدن. از اون موقع که کودک بودن کارهای منو میخوندن، بعد اونا خیلی خوششون میاد یا طرحشو براشون تعریف میکنم، خیلی استقبال میکنن. اما خودم نگاه میکنم میگم میتونم یه مقدار بهترش بکنم و احساس میکنم همین وسواس داره تبدیل به یه مشکل میشه برام. آخه حیفه که این همه دوست دارن کارهای شما رو، نوشتهاتون و اینا رو که حالا ایشالله سعی میکنم از این بعد این وسواس یه مقدار برطرف کنم. یه مقدار مطمئنا کار خوبیه که قبلیش که موفق بوده بعد از این پخته تر هم شدیم. این نظر تقریبا هم سن و سال هم هستیم دیگه. سلامت باشیم. من میدونم پختگی چه میکنه با آدم. بله همینطوره. یه دراکولا ایرونی چرا چی شد حالا یه دراکولا اصلا ایرونی؟ عرض کنم خدمت شما، من از کودکی وقتی که خوندن نوشتن شروع کردیم، حالا شما فرمودید هم سن ما هستید، داستان اینکه تو بازار بود مناسب ما زیاد نبود. فقط یه دونه کانون پرورش بود که کتابای خوب چاپ می‌کرد. بله. که ما هم حالا دسترسی نداشتیم، بعضی‌ها بهش دور بود و من عضو کانون می‌بودیم. بله بعد عضو کانون می‌بودی و کنه. بله
عرض کنم من کتابایی که می‌رفتم بیشتر می‌خریدم، حالا کتابایی به غیر از اون کتابایی که عامه پسنده، کتابای عشقی بود. مثلا می‌خوندیم، شما حالا حتما یادتون میاد، اکثر اون کتابا اینطور بودش که مثلا یه پسر ثروتمندی هست و یه دختر فقیری هست. همون دختر ثروتمند. حالا برعکس هم می‌شد. بعد ما دوستشم همیشه خودمون جای پسر فقیری آفرین. که با اون همه زرد بود. بعد یکیشون حتما بیماری سربلندش داشت. یا سرطان داشت یا مثلا یتیم بود، بعدم معلوم شد ناپدری داره، از این چیزا میبافتن. یه برادری داره که از روی خالی که بله 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 همدیگر رو پیدا میکرد، اونم لحظه آخر، یا لحظه آخر که میخواست تلفو بکشه در باز میشد، معلوم نبود مثلا مادره کجا فهمیده، میپرید تو رازو برملا میکرد. اونجا همه همدیگر رو بغل میکرد، سه صفحه تعریف میکرد از اول زندگی. بله. که من پسرم وقتی اینطوری بودی اینطوری شد. بله. یه سری کتابای دیگه هم بود، کتابایی بودش که عکس اسکلت و یه دشنه خونالود و آخ من اونا هم دوست داشتم. بله اینا روش پشتش هم مینوشت که کسانی که بیماری قلبی دارن این کتابو نخونن، زیر نور زرد لامپ زرد هم این کتابو نخونید. ما که حالا خداش یک بیماری قلبی نداشتیم، رفتیم لامپ زرد پیدا میکردیم زیر نورش بخونیم که بفهمیم این ترس چیه. و خیلی هم بعضا کتابی بود که مسخره بود، آخرش هم معلوم میشه اون کسی که اسکلت مثلا لباس پوشیده، لباس اسکلت پوشیده. که شما هستین اینجا، اگر من امیرحسین صدیق از طرف کتاب باز، از طرف نسیم، اصلا من از طرف تلویزیون، از شما جناب آقای دکتر گیلابادی از طرف شهرداری تقاضا کنم که بیاین دست یاری به هم دیگه بدیم، مردممون رو کتاب خون کنیم، کتاب باز کنیم، نبضی که گفتین رو با هم دیگه بگیریم، شما به ما بگین، ما امکاناتمون رو در اختیارتون بذاریم، با هم دیگه یه کاری کنیم مردم کتاب خون شن. چه پیشنهادی به ما میدین؟ ببین رسانه خب واقعا تو زندگی مردم سهم زیادی داره. بله. یعنی اینکه رسانه میتونه خیلی کارهای بزرگی بکنه. بله. یکیش کتاب. ببین جامعه ای که کتاب خونه راحت میشه باش حرف زد و حرف درستری زد. اگر راحت بشه میرسن با جامعه حرف زد، میشه در واقع همدلیا رو به اشتراک گذاشت. دقیقاً. یعنی میشه دیالوگ برقرار. بله. من یه چیزی میگم تو تأمل کنی بشنوی، تو یه چیزی میگی تأمل کنم بشنوم، به هم دیگه فکر کنیم. دقیقاً. جامعه به هم دیگه فکر میکنه که کتاب خونه. به نظرم میرسه که تلویزیون، رادیو باید برن مردم رو کتاب خون کنن. اگر مردم کتاب خونشن به راحتی همدیگه رو میفهمن، چون با قصه های همدیگه آشنان، تو کتاب آشنا شدن. دقیقا. حالا درک میکنن همدیگه رو و پس زمینه در واقع درک به وجود اومده، حسای مشترک به همدیگه میدن، چون که قبلا حسای همدیگه رو خوندن، همدیگه رو تجربه کتابی دارن. آره. تجربه کتابی دارن از هم دیگه و اگر یه اتفاق بیفته ما آدم های فوق‌العاده‌ای میتونیم باشیم. دقیق. پس رادیو، تلویزیون، شهرداری یا همه آدم های روی زمین، همه ارگان ها میتونن کمک کنن، همه باید اول سعی کنن جامعهشون رو کتاب کنن. خب من نماینده تلویزیون، شما نماینده شهرداری، چه کنیم؟ ببین چند تا کار انجام دادیم موقعی که من نماینده در واقع رادیو تلویزیون بودم. کسای دیگه من نیستم و میگم مثلا من الان سعی میکنیم امکانات چه به وجود بیاریم. چون شما نبض مردم رو گفتین، میدونین، میشناسین، نکات ریزی رو میبینین، چه در بافت شهری چه در مردمی که زندگی میکنن، شما میتونین کمک کنین. کتابخونه های در واقع آپارتمانی مردم را بندازن، ما کمک کنیم، شما بیاد نشون بدید. چشم. یک. من پایم الان. کتابخونه دست دادیم، همه شاهد بشن دست دادیم. کتابخونه های سیار. نه نه نه، یک کاری انجام دادی، اتوبوس یادت هست؟ کتاب فروشی هتل. بله. قرار بود شهرداری اون حرکت رو ادامه، خیلی هم استقبال. او حرکت داره ادامه پیدا میکنه. 6-7 تا اتوبوس هن الان. بله، میرن جاهای مختلف وامیسن، کتاب در واقع عرضه میکنه. اینم از این. خب چه عالی. کتاب خونه های بی آر تی ها. خب توی اتوبوس ها و بی آر تی ها. کتاب خونه ندیدم. چرا؟ یه زمانی پشت بود. بله. توی مترو دیدم پشت شیشه است، یعنی فقط میشه با جلدش آشنا شد. نه نه نه، با جلدش نه، یه باکسایی هم گذاشته بودن که کتاب میذاشتن و کتاب مترو،
خیلی از دوستای کاریکاتوریستمون هم درگیرش بودن. معضلات شهری رو و فضای شهروندی رو هم توی طنز شهری هم توی در واقع کاریکاتور اونجا میذاشتن. الان هم هست توی بله. بله. کتاب مترو هست. چه عالی. اتوبوس ها بیایم یه بار دیگه احیاش کنیم. جواب نداد. خب ولی کتابخونه‌های داخل اتوبوس ها، یعنی یه باکس بذارن کتاب بذارن تو، شما کمک کنید نشون بدید به مردم، بگیم که مردم آقا من الان قول میدم کوروش نریمانی عزیزم اومده پیشم. چطوری عزیزم؟ قربونت برم. احوال خوبه؟ مرسی امیر حسین جان. ممنون که اومدی پیشمون. قربونت برم. چه سعادتی شد که به هر حال در لوای این برنامه من دوباره روی ماه تو رو ببینم از نزدیک. قربونت برم. ما هم که دلمون تنگ شده فرصت نمیشه هم دیگر ببینیم. مرسی. احوالت خوبه؟ خدا رو شکر. بعد نیست حضور. کوروش جان، اصلا من میخوام امروز با تو رفیقم اینجوری شروع کنم. چرا شوایکو تبدیل به یک نمایشنامه کردی؟ یهو چه یهو آره یهویی آره شو قبلش یه ذره حرف زدم توضیح دادم چه کردی و چه چیزایی نکات ریزی رو می‌بینه. شوایک چی داشته برای خب ببین شوایک بجز اون فضای طنزآلودی که من همیشه دنبالش هستم تو کارام در تئاتر، شوایک یک کاراکتر داره و یک فضای خاص. این کاراکتر در واقع بله بله بفرمایید. این کاراکتر شوایک خیلی نزدیک به آن چیزی که ما در کاراکترهای به نام طنز ایرانی میشناسیم، مثل کاراکتر مثل مولانا نصرالدین، مثل بهلول، آدمهایی که انگار از شدت فرهیختگی ساده و صمیمی و بیشیله پیله به نظر میاد، به بلاحت میزنن. آره. کجایی شوایک بگو برای دوستان. چک، نویسندش یاروسلاو هاشک، اهل چک بودن. این یک اتفاقا خود نویسندش هم یه همچین فضای توی همچین فضایی زندگی میکرده که خود شوایک در واقع کاراکتر اصلی داستان در واقع به سر میبره. خودش یک آدم کافه نشین فقیر تنگ دست، خود نویسنده همین حالو داشته. آره و چیزای جالبی داره این سرگذشته این نویسنده. یعنی هاشک در واقع رمانش، یا بهتره بگم این داستان دنباله دار داستانش رو ناتمام میذاره و متاسفانه فوت میشه، میمیره. من عذرخواهی میکنم از شما. خوبی؟ چی؟ این ببره، این خرگوشه. کجا داری میری؟ رفت. وایسا وایسا. ای خدا، خدای من. ببین توی یه دقیقه صبر کن. خب برگشتیم سر نقطه اول، همینه دیگه. صبح که میشد دارم میخونم عزیزم. خرگوشنو میبین بود، قد خرگوشش خوشگله. ببین من فکر کنم اون کلیات فلسفه میخونی؟ بذار به حجم تاریخی رسیدی. آره خورش کردی الان، تو دوچار فقر فلسفی شدی. ببین این خودش یکی از مراحل رشد زندگی میتونه باشه. میدونستی؟ تو واقعا میدونستی الان به این مرحله در اینجا رسیدن یعنی رشد؟ در این مرحله به اینجا رسیدن یعنی رشد. خب ببین این چیزی که تو الان گفتی به فلسفه نمیذاره من حرف بزنم. خب ببین درسته این چیزی که تو الان میگی به
این چیزی که تو داری میگی به فلسفه کانت مربوط میشه، نه به فلسفه که الان ما داریم اینجا میخونیم. کجا میری؟ کجا میری؟ این یعنی ابر... خب این درسته، من قبول دارم که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، ولی الان کتاب میخونی؟ این یه کتاب معمولی نیست، حالا الان من کار دارم باید برم، ولی خب الان پیشی شدی؟ الان دوره میمیو کردن کتاب های تاثیرگذاری هست. شما اینو، شما الان اینو داری؟ من محو این کتاب بودم. اینو حالا من نه این خرگوش است. تو پلنگر الان اینجا بخون. اصلا این کتاب زندگی من متحول کرد، یعنی من یه شکل دیگه واقعا دارم به زندگی نگاه میکنم. چی میخونی؟ اینو بخون. من این کتاب خیلی تاثیر گرفتم. چقدر میتونه کتاب خوب باشه؟ الان شما اونجاشو بخونید. روز و روزگاری بود، یه دشت سبززار سبززاری بود، یه خرگوش بلایی بود. خرگوش ناقلان اصلا صبح که میشد یواش یواش همینجا، من همیشه این صبح که میشد یواش یواش رو میخوندم، همیشه میفهمیدم که بعد صبح های زود بلند شم و یواش یواش از طولونه درس بخونم. آفرین. این زندگی منو تغییر داد. میزنم باور کن. یه نگاه به این بنداز. کجا میری؟ بیا اینجا تا خرگوش بیچاره رو بگیرن و خامش کنن. خامش کنن یعنی چی؟ بخورنش. آها خب. به با این میبینه چشم تو؟ من خرگوشه گفت ببر. با عینک هم داری میخونی؟ شما ببین میگی غذا من چی؟ یه بار امتحان کن شما بدون عینک الان بخونید اینو. سلام آقا پلنگ. سلام بعد میسیرن. پلنگ اون که از اول تو دی صدای باد جدید منم منم. الان این نمره عینک من 3.5 یعنی من اینو میزنم به چش شما با نمیزنم فرقی نمیکنه؟ چرا فرق میکنی؟ یه کمی تره. چی؟ ببره چه فرق داره با پلنگ؟ ببین ببره فرق داری؟ یه ذره صداشو باید چیز سر بکنه. ببر مگه راه نیست؟ اما ببر راه راه. ببر بابا خال خالیه. خرگوش ناز و باهوش. وقتی که دشمن رو دید نترسید و نترسید و نلرزید. خرگوشه رو خودم دیدم صدای پاشه. حالا درس کنکوریش چیه اینجا؟ ببر و پلنگ نماد وقت کشی و اصلاف وقت در دوره چی هستن؟ کنکور. یعنی مهمترین نکته ای که واقعا وجود داره. نترسیم و نترسیم. دوباره نترسیم و فریاد زد و گفت اینجوری. سخت خودت میخونی. چرا ترسیدی؟ زندگی ما عوض کرد، خودمو که عوض نکرده که. بدشانسی و بدبختی چیه؟ آفرین کنکوره. بدشانسی و بدبختی به فکر چاره باشیم، به یاری خداوند از چنگ غم رهاشیم. بچه ها دوربین مخفیمون رو ببینیم. از ما میگیره؟ دقیقا از شما داره میگیره. ناش دم شما گرم. محفظ باشید. در مورد این داشتیم صحبت میکردیم که مستند دیدن هم مثل کتاب خوندنه. چند تا مستند خوب، من خودم اهل مستند دیدن زیاد هستم، ولی الان دوستانی که حالا میخوان این نوع مطالعه رو تجربه کنن چند تا مستند خوب معرفی کنن، اونایی که خودت دوست داری. چیز زیادی هست، نمیخوام باشتو بگیرم، اما چیز زیادت هست والا دسترسی بهش هم راحت باشه. راز بقا. من خب تو این سالها مستند ایرانی بیشتر دیدم و دوست داشتم خیلی هاشون رو واقعا. جوانه مستندساز خوبی هم الان داریم. خیلی خیلی. من یه فیلم مستند دیدم به اسم جایی برای زندگی، محسن استاد علی. خیلی اون فیلم رو دوست داشتم. جایی برای زندگی محسن استاد علی. آره. فیلم 6 سال و 6 قرن رو خیلی دوست داشتم. یادت کارگردانش که بود؟ 6 سال و 6 قرن. فکر کنم مشتبه پورتهماس. مشتبه پورتهماس. و عرضم به حضورتون فکر کنم کتاب بخوای را معرفی کنی راحت تر معرفی کن، چون کتاب باز این جفتتون میدونم. از کجا میدونی؟ معلومه ازتون. نه ولی واقعا کتاب باز هستین شما. کسی که اهل کتاب بازی نباشه نمیتونه دنبال مستند بگیره، دنبال فیلم سازی بره. اگر کتاب خون نباشه نمیتونه به این خوبی بازی بکنه، این مطمئن. نه شاید الان بهانه بیاری بگی چون حرفه‌ای شدم فیلم پرفروش ساختم و اینا کتاب وقت نمی کنم هر روز از این شبکه به اون شبکه، ولی کتاب بازی. ببین من یه دوره های زمان دانشجوییم و البته تو دوره دبیرستان خوب کتاب می خوندم. تو این سالا واقعا کم کتاب می خونم، یعنی کمتر کتاب می خونم مثلا به قبل.
الان مثلا بهانه چیه برای کتاب نخوندن؟ کتاب که میخونی الان؟ ببین راستشو بخواید من ببین شکل مطالعه من یه مقدار تغییر کرده، یعنی من الان چیزایی که میخونم بیشتر روی گوشیمه، نه که کتاب الکترونیکی و اینا بخونم ها، نه اصولا عاشق وبگردی و خوندن مطالب از سایت‌های مختلف و کوتاه و بریده و مجمل و سریع و بدون شکل، بدون ساختار، یعنی چیزی که خودم بتونم بهش ساختار بدم، نه یه چیز ساختارمند فصل بندی شده با یه به شیوه کارگردان نگاه میکنی، ترجیح میدی پلان‌های خام رو در دسترس داشته باشه خودت مونتاژش کنی؟ خودم مونتاژش بکنم، یعنی سعی میکنم اون چه که نیازم برای مطالعه است رو از طریق در واقع تکنولوژی جدید تأمین بکنم. هادی جان تو چی؟ نه میخوام بدونم اصلا چجوری، آیا این روزا میرسی؟ چون من خودم نمیم، منم همین مشکل رو دارم. بس رسیدن نیست واقعا، من میخونم کتاب ولی کاملا غیر تخصصی، یعنی تو کار رمان داستان و اینا میشه. بله بله بله، خب اون اتفاق مطالعه بهتره چون تخصصی رو آدم نیاز داره که در موردش تلاش میکنم که نخونم، یعنی فکر میکنم چون یه زمانی رسید که تخصصی بله یا نه غیر تخصصی رو چرا؟ شکل میده به من، لااقل من این شکلی هم میخوای بی شکل بمونی؟ آره شبیه میشم، شبیه اون آدم میشم، یا مثلا حتی تو ادبیات یه زمان دیدم نثر من شبیه فلان نویسنده میشه که دوستش دارم، میدونید به شدت تاثیر پذیره. یه چیزی داشتین میگفتین که من الان نمیخونم کتاب، ولی شما کتاب میخونید؟ آها نه نگفتم نمیخونم، گفتم به شدت سابق نمیخونم. و چرا؟ چرا فکر میکنم؟ خب من دیدم همیشه آخه شما کتابای جدید نویسندهایی که مثلا رمان جدید اومده شما معرفی میکنید، بله. اینو بخون. بله بله به من میکنید کتاب. قبلا خیلی حرفه‌ای تر کتاب خون بودم، الان من بیشتر کتاب میخرم، یعنی حتما میرم کتاب فروشی نگاه میکنم، سعی میکنم که کتاب زیاد بخرم و هدیه بدم، یه نگاهی میکنم، توصیه میکنم و خب و میخونم خودتو میخونم. بله. من دو سه تا کتاب نه. اخیری که خوندم شما معرفی کردین، گفتین این خوبه. بله. بخون کمک کنم. همینو میخوام توضیح بدم، من سنم که رفت بالا چشمم ضعیف شد. آه. چشم که ضعیف میشه با عینک مطالعه آدم سخت میشه. خسته میشه چشم، زودتر خسته میشه. قبلا من کتابو میگرفتم میخوندم، چون من خیلی هم عادت دارم تو رخت خواب کتاب بخونم. ما معمولا میپرسیم همیشه که من باید قبل از خواب مطالعه میکردم، حتی جایی میرفتم سفری چیزی میرفتم حتما کتاب میبردم، حتی شده بود من تو نور شمع کتاب میخوندم، مثلا آه. توی روستایی جایی بود برق نبود، مثلا شمع روشن میکردم کتاب میخوندم که خوابم ببره، اصلا خوابم نمیبرد بدون کتاب خوندن، ولی کم کم چشمم دیگه یاری نکرد. الان میگین کتاب کم ترم به نسبت اون موقعی بیشتر که تو نورش هم میخوندی؟ بله بله. من الان بیشتر کتابای کتاب میخونم، ولی بیشتر کتابای مرجع رو بیشتر میخونم، مثلا کاری دارم سریالیه یا چیزی داریم مینویسیم، فیلمنامه دارید نوشته میشه، نیاز هست که مطالعه بشه، خیلی دوست دارم اون کتابا رو بخونم. به کتاب مرجع مراجعه میکنم. بله بله، بیشتر الان کمتر رمان میخونم، ولی واقعا کتاب خوندن خیلی دوست دارم. الان تو جمله اول خیلی هم سعی کردم که از کتاب کاغذی سویچ کنم رو مثلا دیجیتال. بله. آره. ولی جای اونو نمیگیره. الان مثلا بچه ها، خب اونطور که ما کتاب میخونیم جوان ها میخوندیم، جوان ها الان میگن ما جایگزین کردیم، حالا ما میخورده جبهه گیری میکنیم در قبالش صفحات فضاهای مجازی و اینترنت. بله، بله. و اینا اونو بله شما مطالعه میدونین؟ اونی که اهل کتاب اهل مطالعه است میره تو فضای مجازی هم بهره خودشو میبره، یعنی نفیش نمیکنه. نه نه نه، هر کدوم برای خودش جایگاه خودش داشته باشه. بله. کتاب هم فرق. ولی من توصیه میکنم حتما بخونن، مخصوصا کسایی که کار هنری میکنن. کسایی که کار هنری میکنن باید بخونن،
یک کمی سواد بچه ها آب رفته. منظورتون به من که نبود خانم برمان. سواد آب رفته، تو فضای مجازی خیلی دقت نمیشه به این که نوع نگارش و املا و انشا و اینا. یه خورده اصلا مفاهیم تغییر میکنه وقتی که دقت نمیشه. ولی من توصیه میکنم به جوان ها که حتما آثار کلاسیک هم بخونن، مطالعه حتما. کنن کلاسیک کشور خودمون، جای دیگه دنیا آثار برجسته رو باید بخونن. شما چه سفارشی میکنین که دوستانی که هنوز کتاب باز نیستن یا این سالا به دلیل هزار بهانه‌ای که مثل خودم میاریم با چی دوباره شروع کنیم که آشتی کنیم؟ با کتاب داستان همشهری، فوق‌العاده داستان همشهری، این مجلدایی که ماهیانه چاپ میشه، یعنی واقعا یکی از بهترین حرکت‌های فرهنگی بوده که تو مملکت. داستان‌های کوتاه ایرانی و خارجی. بله بله، با همون قصه‌های کوتاه شروع کنن. من اگر اجازه بدین یک عکس یادگار مثل این دیوار رو می‌گیرم. بله، هر مهمانی که میاد اینجا بله. به ما سر میزنه یه دونه عکس خیش بگیر بگیریم و بعد توی این آینه باش می‌دونم که متشکرم. ما یه تندیس ناقابل هم هدیه داریم، البته نه از نظر یادگاری خوبیه. شما کدوم ناقابل؟ ناقابل برای اینکه حالا نه، همین که ما رو یاد برنامه خوب شما میندازه. خواهش می‌کنم. و تندیس بزرگان بله ما. از اون نظر که بله، ولی کدوم یکیشونو؟ کدوم یکی از شخصیت‌ها از اینایی که موجود فعلا؟ عبید زاکانی. عبید زاکانی در راستای طنز پرداز بودن. بفرمایید. بله، یک دنیا متشکر، دستون درد نکنه. چیزی بوده که چه عکس خوبی شد. بله خیلی حال کم کم زار میشه. چیزی بوده من بعد میپرسم، البته وقتمون کوتاه بوده، ببخشید، میدونم وقت شما رو هم گرفتیم، لطف کردین، همقدر زحمت کشیدین اومدین پیش ما. چیزی میخواستین بگین که من نشده بپرسم؟ هر نه، چیزی که میخواین بگین. نه ممنون، متشکرم، خوشحالم که کتاب باز هست. ممنون و متشکر، خیلی لطف، شربتتون هم نخوردیم. تاله کسی اینطوری نگفته بود، کتاب باز هست. بله، منظورم این نیست که کتاب باز است، کتاب باز هست. این مفهوم جدیدیه. بله بله بله، کتاب باز هست. بله، این جدیدترین مفهومی بود از اسم پاتوقمون، کتاب باز هست. ممنون از لطفتون، شربتتون هم نخوردیم. شربتتون گرمه. یخ بیارم توش بندازم؟ نه، متشکرم. تشریف بیبریم. کوله رو بزنیم. کوله رو بزنیم. اینجا پاتوق کتاب بازه، در خدمت خانم مرضیه برومند عزیز بودیم. لطف کردن استاد مرضیه و سادات برومند یزدی. این اسم کاملتونه؟ بله. مرضیه و سادات برومند یزدی. بازم ممنونم. یه روز آره یادم میره بازی پرسپولیس راهن بود، شب قبل بازی پرسپولیس راهن ما تو هتل لاله بود. خیلی راحت بگم با بازیکن‌ها و مربی‌های پرسپولیس، اون موقع زمان آقای قطبی بود، ما تو هتل نشسته بودیم، رو میزاش یه حالت مثلث برموداه که دست می‌ذاری تو حالا آشپزخونه یا اونجا که هستش میان مثلا به تو سرویس میدن. ما هم این فاینا صحبت می‌کردیم، من هی دستام می‌ذارم، این بنده خدا آقای میومد میگه آقا چی دی احتیاج داری؟ ما من یا آقای امیدخان استیلی میگن نه ما هیچی احتیاج نداریم. بعد میره دوباره 5 دقیقه دیگه دوباره میومد میذارش اونجا. بعد دقیقاً یادمه 6 یا 7 بار این داستان تکرار شد. بعد دیگه آخرین بار این آقای بنده خدا شاک شد، اومد تو آقای سیری جون مادرت به اینا بگو بابا دستشون رو لون نذارن، که بعد دیگه ما هم خندیدیم و دیگه منم دیگه دستامو گوشم تو جیبم تا آخرش که دست بلند نکردم به همین راحتی. دوستتون دارم چون دوست داشتنی هستیم. فردا روز بهتریه. من امیر حسین صدیق بهتون خدا نگهدار میگم و کتاب باز.